شماره 146 در مورد شماره توضیح بدم همونطور که انتظار میرفت شماره قاطی شد داشتم نگاه میکردم دیدم دو تا ولاگ 152 داشتیم و دیگه همونجوری کلا یه دونه شماره عقب بودم الان شماره 146 شماره درستش اینه البته من هنوزم یه دو تا ولاگ عقب هستم که میرسیم ولی فعلا بریم یکم کامنت بخونیم در ادامه حمله ای که به پوریا زراعتی شد خب این پستی است که ابی توی اینستاگرام گذاشته در مورد پوریا زراعتی برای توضیح هم گذاشته که متاسفانه با خبر شدیم که آسیب دیده و آرزوی بهبودی داریم و... حالا بریم کامنت بخونیم ببینیم که دوستان چه چیز دارم میگن خب این آقای محسن میگه حالا اگه اینجا این اتفاق افتاده بود امنیت نبود اونجا اگه اتفاق میفته میشه جان ایرانیان در خطر است واقعا آدم از این همه تفاوت رفتار میمونه یکی دیگه میگه که خیلی جدی گرفتین قضیه روها سو قصد سیاسی کجا بود کیه مگه طرف زدن چاقو زدن بهش رفت بیمارستان بیا یعنی نمیدونم منتظر بودیم بمیره چیزیش بشه حالا یه سری کامنت های دیگه هست من یه سری چیزایی که واقعا میره روی اعصاب آدم و اذیت میکنه آدم رو میخوام بخونم این مثلا فاقد اهمیت ابی جان کسی که در پروموت کردن هرچی ایران ستیز امثال علی ابراهیم زاده و رجبی و غیر نقش داشته و جاده صاف کن هستش زنده و مردش بی اهمیته 244 تا هم لایک خورده و واقعا آدم دردش میگیره این چیزا رو که آدم میبینه دردش میگیره که یک خبرنگار کسی که وظیفش اینه که بیاد واقعیت رو بگه حالا هر کسی ممکنه اشتباه هم بکنه هر کسی ممکنه دید خودش رو هم توی خبرهایی که میذاره دخیل کنه ولی یک خبرنگار داره از اون امنیت رو خودش میگذره داره آزادی بیانش رو اجرا میکنه که مردم رو آگاه بکنه حالا همه خبرنگارها تمام حرفایی که میزنن ما نباید صد درصد باشون موافق باشیم که ولی کار خبرنگاری یه کار ارزشمنده یه کاریه که در جهت آگاه کردن جامعه است و بعد همون جامعه میاد میگه که این فاقد اهمیته میگه بر این فرد این آدم خبرنگار زنده و مردش بی اهمیته خیلی درد داره واقعا خیلی درد داره 244 تا هم لایک خورده و یه سری کارهای دیگه مسخره کردن نوک انگشتش گویا خش برداشته حاج آقا پوریا آخه این زدنش چه سودی داره چقدر اعتماد به نفس دارین شماها حالا دیگه نمیام برای همه اینا نمیام توضیح بدم علکه علکی دارین ازش قهرمان میسازیم. خود ما اصلا صحبت نکنیم یه خبرنگاری اومدن بهش حمله کردن توی لندن جمهوری اسلامی به یک فرد حمله تروریستی کرده به جای اینکه ما بیایم از این برای زدن جمهوری اسلامی استفاده بکنیم داریم اون فردی که بهش حمله شده رو میزنیم یعنی داریم همکاری میکنیم با جمهوری اسلامی دیگه ببینیم دیگه یعنی این مسخره کردن ها آه، مثل جریان آدم ربایی معصومه قومیکلا همون جریانی که این خانم سپیده 127 نفر اینو لایک خانم سپیده هم از اف بی آی بیشتر میفهمه هم از قوه قضاییه از سیستم دادگستری آمریکا بیشتر میفهمه که معصوم قومی و آدم ربایی نکردن براش برنامه ترور نداشتن اف بی آی غلط کرد گفتش که این اتفاق افتاده متاسفانه این هوچیگری هایی که داریم میبینیم حالا توی فضای مجازی که همیشه هست ولی نمونهش رو خیلی زیاد داریم میبینیم توی توییتر حالا شبکه ایکس اونجا هم پره شما هشتگ پوریا زراعتی بزنید میبینید که چقدر هشتگ مسخره کردن و مثلا افشا کردن اینکه مجاهد و فلان و این و اونو چیزی که برای من واقعا دردآوره اینه که ما مگه توی یه جبهه نیستیم مگه قرار نیست با جمهوری اسلامی بجنگیم اصلا آقا این ساختگی بوده فرض به این که این ساختگی بوده ما فکر کنیم که به هر دلیلی این اتفاق واقعی نبوده خبرسازی بوده آیا میشه از این برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کرد اگر میشه خب ما بگیم واقعی بوده حتی اگه فکر میکنیم علکی بوده برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم بگیم واقعی بوده هدفمون باید مشخص باشه دیگه درگیر حاشیه نشیم حد دارم میگم اگر فرض بگیریم که این یه خبر علکیه واقعا نمیفهمم یا اینکه یه سریا برنامهشون همینه استبداد طلبن دوست دارن که سیستم فعلی ادامه پیدا بکنه سیستم فعلی هم واقعا فرقی نداره دیگه حالا جم... اسمش جمهوری اسلامی باشه اون بالا سر مثلا یه نفله به اسم علی خامنه ای نشسته باشه یا اینکه سیستم استبدادی دیگه باشه دوباره همین یه سری مافیا کل کشور رو تو دستشون داشته باشن حالا اسمش سپاه پاسداران نباشه یه چیز دیگه باشه ولی تهش اینه که یه سری مافیا کشور رو تو دستشون گرفتن و سیستم سیاسی هم سیستم سیاسی بسته و استبدادیه دیگه یه سری ها من چیزی که دارم مشاهده میکنم اینه که یک بخشی از جامعه ما انگار اینو میخواد حالا شاید با جمهوری اسلامی و علی خامنه ای و سپاه پاسداران مشکل داشته باشن ولی انگار با آزادی بیان و رسانه های آزاد و این چیزا مشکل اصلیشون با اوناست نه با سیستم جمهوری اسلامی و سیستم استبدادی این حالا یک مشاهده ای بود که من داشتم نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم ولی یکم بهش فکر بکنیم یکم به این جریان که توی کشورمون هست فکر بکنیم و ببینیم چه جریانی واقعا برای آینده ایران مفیده نه اینکه صرفاً ما قدرت رو از دست یه سری مافیا برداریم بدیم به یه مافیای دیگه پاینده باشین پاینده ایران زن زندگی آزادی